بگردانه قضیه است، ولی خب واقعیت اینجوری نبود. یه نقش احمد آقا رو بیشتر میدیدن، ولی به نظر من آینده ها نشون میده که شاید حتی از حاج احمد آقا افراد موثرتری بوده. مثلا من معتقدم نقش آقای ری شهری رو بیشتر باید روش مطالعه کرد، حتی تو خط دادن به احمد آقای خمینی. بله. حالا اینکه خود اون پس و پشتی داشته یعنی بحث دیگه است. حالا اون آیا مثلا یه جریانی بوده باز داشته هدایت میکرده؟ بالاخره آقای ری شهری به چه دلیل فرض کنید یه نقش داشته؟ حالا اون یه بحث دیگه. برخی میگن آقای منتظری گویی عمدی در این نامنگاری هاشو در این اصاراش داشته که میخواست اصلا نباشه، چون که مثلا الان 4 ماه دیگه 6 ماه دیگه با توجه به سن سالی که حضرت امام داشتن حوصله و صبر میکردن و میتوانستن کلی منشأ تغییرات بهتری بشوند. چرا حوصله نکردن؟ پرسیدم از ایشون تو همین مصاحبه که من با ایشون داشتم و بعد رحلتشون از بی بی سی پخش شد و منم اصلا به خاطر پخش هم مصاحبه بله بازداشت شدم. حتی مصاحبه 4 سال قبل از فوت آیت‌الله منتظری بود. دستگاه اطلاعاتی فکر میکردن که این مصاحبه همون ایام انجام شده و برنامه‌ریزی شده بوده که مثلا ایشون فوت کرد از بی بی سی هم پخش بشه، چون میگفتن این اتفاقی که افتاده اون تشییع که خیلی غیر منتظره بود تحت تاثیر این بوده و اینا رو میخواستن یه جوری بگن برنامه‌ریزی شده بود. حالا یه بار دیگه ما بگید چی فرمودن؟ بعد من آره ثابت کردم که اصلا این 4 سال قبل از فوت ایشون انجام شده. و تو هم مصاحبه این سوال رو پرسیدم، مثلا بی بی سی از اون 1 ساعت حدود نیم ساعتشو پخش کرد، متن کاملش شاید رو سایت های طول منتظری باشه ولی پیاده شدهش یک کتابی به زودی در میاد. تو اون مصاحبه ازشون پرسیدم، گفتم بالاخره ببینید خیلی هم میگن شما که از وضع آقای خمینی اطلاع داشتید و میدونستید که بیمارن و یعنی اگه شما چند ماه صبر میکردید خب همه این ایدئالاتون رو میتونستید خودتون پیش ببرید. آقای منتظری میگفتش که خب حالا از کجا معلوم که من زودتر از امام از دنیا نمیرفتم، من باید روز قیامت جواب داشته باشم. آقای منتظری نگاهش فرق میکرد. این نوع نگاه ها نگاه هاییست که همیشه باب توجیه رو باز میکنه. یعنی خیلی آدم ها نسبت به یه چیزهایی میتونن سکوت کنن با این توجیه که خب من میخواستم بعدن یه کار مهمتری بکنم، و خیلی ها میتونن با همین منطق نسبت به هر ظلمی سکوت کنن، زیر سیبیل رد کنن. همین هر آنم خیلی ها هستن ببینید از بعضی اتفاقات ناراحتن ولی هیچ نمیگن، حواله میدن به یه کار مهمتر، به یه زمان مهم. آقای منتظری میگفتش که اولا احساس تکلیف میکرد یه اتفاقی افتاده، وظیفه خودش میدونه همین الان موزه بگیره، و میگفتش که حالا کجا معلوم که من زودتر نمیرفتم. چقدر این منطق شما رو قانع کرد، خود شخص شما رو؟ نه بالاخره ببینید ما فراوون دیدیم، فراوون مثلا یه کسی بود فرض کن همسرش سرطانی بود، چند سال هم بود داشت دست و پنجه نرم میکرد با من. یک نفر تصور نمیکرد که این خودش فوت کنه بعد همسرش بعد چند سال از سرطان نجات پیدا کنه و زنده بمونه. از این اتفاقات مگه کم افتاده؟ زیاد. و هر کی تو زندگیش میتونه از این مثالا پیدا بکنه. خب آقای منتظری میگه که آقا اگر مثلا آقای خمینی سال 58 که به هر حال مشکل براشون پیش اومد، همون موقع خب این نگرانی ها مطرح شد که اصلا دلیل این که اومدن بحث قائم مقام رهبری مطرح کردن این بود که نگران بودن هر آن اتفاقی برای رهبر انقلاب بیفته دیگه، بحث قائم مقام ایشون مطرح شد. ولی از اون زمان تا فوت چند سال طول کشید؟ خیلی اینجوریست که بشر بتونه مثلا تعیین کنه کی زمان فوتش کی میرسه.
اصلا نوبتی نیست. یک کسی که شما انتظارشو ندارید و احتمالشو نمیدید فوت میکنه، یک کسی که انتظار دارید فوت کنه ممکنه 20 سال دیگه عمر کنه. آقای منتظری خب واقعا هم اهل توجیه نبود، چون میگم این باب توجیه برای خیلی هست و همین که حرفش این بود میگفت که برای کجا معلوم مزودتر نمیفت. دو تا شخصیت داریم عنوان پرسش پایانی، یکی آقای رئیسیه با توجه به نگاهی که من بالا مطالعات شما در حوزه حقوق و فقه و حقوق بشر اینا هست، در دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه داشتن خیلی‌ها میگفتن که آقای رئیسی رو کرده مبارزه با فساد و اصلاح در قوه قضاییه را داره، و بعد که دیدیم حالا با هدف ریاست جمهوری به قول معروف شاید بعضی از کارها رو انجام میداد، نظرتون در رابطه با رئیس قوه قضاییه و آستان قدس و این رئیسی چیه؟ رئیسی ریاست جمهوری. آره من کسیم معتقدم ببینید اگر شما واقعا معیارهای شایسته سالاری بشناسید، من فکر میکنم که اصلا برای خیلی از مناسب مناسب نبودن آقای. اصلا شما ببینید من گاهی سوال میشه برام، میگم خب اصلا کسی که الان بعد از 40 چند سال تجربه، اصلا کسیش درس هم نخونده باشه، فقط تو متن حضور داشته باشه، خیلی باید مهارتش و سنجیدگیش توی بیان و توی نکته سنجی خیلی باید بالا باشه دیگه. ولی وقتی مثلا هر روز میبینیم توی حرفی توی نطقی اشتباه رخ میده، خب من یه لحظه پیش خودم میگم خب فرض کنید آدم بعد از 40 سال وقتی این وضعیت داشته باشه، خب مثلا 40 سال قبل چی بوده؟ با در مورد مثلا جون آدم ها تصمیم میگرفته، قاضی بوده. این مشکل ایشون نیست، اصلا شما برگرد اول انقلاب، واقعا بسیار از کسایی که اول انقلاب اومدن، خود آقای هاشمی میگفتش که مثلا ما رفته بودیم وزارت کشور، توضیح میداد که یکی از خاطراتش که اینا حتی مثلا پاراف کردن هم بلد نبودن، یعنی انقدر همشون بی تجربه بودن. ببینید حالا یه عده زمان گذشت، رشد کردن، تجربه پیدا کردن، تحصیل کردن، یه عده استعدادشو نداشتن، رشد نکردن. حالا یه کشور این همه هزینه داد، یه مش آدم صفر کیلومتر که من میگم بعضیهاش میگه بخشنامه تو دهه 60 بود، من یادم نمیره، حالا شاید قدیمی وزارت خارجه بدونن، تو دهه 60 بخشنامه شده بود در مورد اینکه مثلا پرسنل توی همین ادارات و دفاتر که نشستن مثلا کفششون رو در نیارن، جورابشون رو در نیارن، یعنی در مورد اینکه آقا این بویی که متساعد میشه و آزاردهنده است، در مورد این بخشنامه میدادن. وزارت خارجه خیلی جای با کلاسیه، نه همه چی به هم ریخته بود. آره شما ببینید مثلا بخشنامه صادر میشد که آقا مثلا پاتون بو میده، جورابو در نیارید، کفشو در نیارید. خب آدمای 0 کیلومتر اومدن این کشور رو دست گرفتم، چقدر این کشور هزینه داد تا این آدما یه ذره تجربه پیدا کنن، رشد پیدا بکنن. بعد 40 سال یه دو اومدن ما رو برگردوندن خونه اول، میخوان همون خطای اون موقع رو تکرار کنن و بعدم همه رو میریزن دور، میخوان هر چه آدم 0 کیلومتر فقط به خاطر اینکه امینن، فقط به خاطر اینکه فکر میکنن مثلا توی نهادهای وابسته به خودشونن اینا رو آوردن، شما تعهد و تخصص تو دانشگاه ها، تو وزارت خونه ها، تو ادارات مختلف. الان شما با یه آدم های رو برو میشید، بعضی وقتا مصاحبه هاشون رو ببینید اصلا حیرت انگیزه، طرف شهردار فرماندار یه چیزایی میگه که تا چند روز مزحکه میشه توی شبکه اجتماعی. بله یه آقایی بود که در مورد جمعیت 50,000 نفری میگفت که میگفت جمعیت شهر شما چند نفره بخشدار یا فرماندار بود، میگفت که جمعیت شهر شما چند نفر، میگفت 50,000 نفر. بعد میگفت پس شما چرا میگی 1,000,000 ورزشکار داریم؟
یعنی میگفت که ما 1 میلیون ورزشکار داریم در حالی که جمعیت 50,000 نفر ما داریم. بله حالا میخوام بگم به نظر اگر شما با این معیارهای شاه استالین نگاه بکنید که بسیار از کسایی که بودند و هستند واقعا اصلا شایستگی این جایگاه رو ندارن. ایشون که حتی بحث رهبری هم بود، جانشین رهبری در مورد آقای رئیسی مطرح بود. حالا برحال ما که دارم میخواد بیشتر شوخی تلقی کنیم، ولی یه عده دوست دارن اینا رو جدی دنبال کنن. این بحث رو یه شخص دیگری هم بود که به شما هم ارتباط پیدا کردی دوره ای، آقای اژه‌ای، در یک دادگاهی هم ریاست دادگاه شما رو به عهده داشت. آن اژه‌ای و این اژه‌ای رو تفاوتی میتونید مثلا براش داشته باشید شما؟ حالا بالاخره آقای اژه‌ای از وقتی اومده نشون میده که یه مقدار رفتارش نرمتر از اون چیزی بوده که دیگران تصورش میکردن. ولی ببینید من خودم اصلا ارزیابیم بر اساس مثلا این نمایش ها و این رفتارهای رسانه‌ای نیست. من خیلی ارزیابی معطوف به عمل انضمامیه. ببینید مثلا آقای اژه‌ای که اومد یک حرکت خوبی انجام داد، فراخوان دادند که نخبگان نظراتشون رو بده. خب خیلی تاثیر خوبی هم داشت، یه دم استقبال کردند، یه جلساتی هم گذاشته شد، یه ده رفتن حرفشون زدن. مثلا با خود من هم چند بار تماس گرفته شد، دعوت کردن. من هم بنا به ملاحظات که داشتم توضیح هم دادم، گفتم من کس کار رو بشری میکنم، من با افراد سیاسی نمیتونم بیام. بعدم اگه بیامم من تا ما به ازا نداشته باشه نمیتونم توی ملاقات با هیچ مقام حکومت شرکت کنم. مثلا شو مقام قضایی است، اگر من بدونم که مثلا میام از دل این دیدار فرض کنید لغو چند تا حکم اعدام یا آزادی، چند زندان سیاسی در میاد، یه خروجی داره. مثلا فرض کنید من بگم آقا بر اساس همین قوانین موجود و به استناد مبانی فقهی و شرعی و اینا اعدامای زیر 18 سال اصلا قتله، اصلا جرمه. و این توجیهاتی هم که میارن هیچ کدوم اقناع کننده نیست، وجدانی نیست. بعد یک کتاب جلد دو کتاب حق حیات بحث گسترده است راجع به اصلا ادله فقهی و حقوقی من اعدام زیر 18 سال. گفتم مگه مثلا من بتونم بیام بگم آقا فرض کنید بر اساس مبانی دینی و همین نظام قانونی فعلی مثلا میتونید شما دستور بدید اعدام زیر 18 سال متوقف بشه. خب این یه بروندادی است، اقناع کننده است، میتونه توجیه باشه که آدم بره. من نرفتید؟ آره، ولی چون هیچ تضمینی وجود نداشت برای اینا خب من نرفتم. البته نامه نوشتم، مثلا همین مورد رو یه نامه تفصیلی نوشتم، همین ادله‌ای که می‌خواستم حضور بگم و مکتوب کردم. اولش هم گفتم پیرو این تماس و درخواستی که داشتید من اینو بهش که حضور بگم می‌نویسم. تو روزنامه هم اومد چاپ شد. ولی ببینید عرض من اینه که این اصلش حرکت خوبی بود، ولی اونی که ملاک ارزیابی قرار میگیره اینه که در عمل چه اتفاق افتاد. در عمل اگه تغییر اتفاق نیفته خب ببینید در حد شعار خب مثلا اهمیت نداره. اون چیزی که برای مردم مهمه تأثیر عملی تو زندگیشونه. ببینید مثلا شما یه چیز الان به من نشون بدین از مثلا سخنان مرحوم بهشتی آقای خامنه‌ای. بله بله. که مثلا گفتن ستمگران عاقبتشون اینه، ستم چقدر چیز بدیه. خب به لحاظ انتزاعی درست حرف خوبی هم هست، ولی ببینید ما از لحاظ انضمامی یعنی روی زمین تو واقعیت باید ببینیم چه اتفاقی بود. هیچ ستمگری تو دنیا نمیگه ستم خوبه. همه ستمگر عالم رو نگاه کنید همهشون میگن ستم بد عدالت خوبه. این که ستم بعد و عدالت خوبه که چیزی عوض نمی کنه. من باید ببینم تو عمل چه اتفاقی می افته. ستم هم خودش یه واژه نسبی است. آقا شما ببینید مثلا تو همین سیستم قضایی زمان آقای شاهرودی ایشون بحث میکرد در مورد